سورام، اگه میخوای یه پلاگین خیلی خیلی خفن برای میکس پیدا کنی، جای خوب اومدی. دست تا آخر ویدیو همراه من باش. نمیدونم چه ربطی داشت ولی بزن بریم. سلام، میکوی هستم، امیدوارم حالتون کوک باشه. اومدیم با یه پلیلیست جدید از پلاگین کوک. تو این پلیلیست هر چی که به درد بخوره برای دانسیزی و تنظیمتون رو بهتون معرفی میکنم تا شما برید دانلود کنید و که فیزش ببرید. تو این ویدیو قراره یه پلاگین میکس براتون معرفی کنم، ولی میکسمن ها ازشون استفاده نمی کنن، تنظیم کننده ها ازشون استفاده میکنن. بهتون میگم چرا باید اون ویدیو. ممنون میشم روی بتونه سابسکرایب کلیک کنید، ویدیو رو لایک کنید و زنگوله بغلش رو بزنید که هر موقع ویدیو جدید آپلود کردم بهتون نوتیفیکیشن میده و میاد ویدیو منو زودتر از همه میبینید. بدون معطلی بریم سراغ این پلاگین خفن. قبل اینکه پلاگین رو باز کنم و بگم بشه درد میخوره، براتون سوال پیش میاد که از کجا پلاگین رو دانلود کنیم و اصلا چجوری نصبش کنیم. برای دانلود کردنش که یه سرچ ساده بکنید، سایتی که رایگان به در اختیار شما بذاره پیدا میکنید. نگران نباشید، فقط باید سرچ بلد بشید و سرچ کنید. برای نصب این پلاگین هم خیلی خیلی روش راحتی داره، ولی تو این ویدیو بهتون نمیگم. یه ویدیو جدا ضبط میکنم و کلا نصب همه وی اس ها و پلاگین ها رو بهتون آموزش میدم. اکثرا یه روشه ولی بعضی ها استثنا هم هستن. خب الان میتونیم بریم تو کیسی. خب اسم این پلاگینی که میخوام بهتون معرفی کنم شیپر باکس 2 هستش. بعد اینکه باز کردی با چند پنل مواجه میشی. تایم، فیلتر، پن، ولوم، ویدث، اون عرضه صداست. خب قبل اینکه میدی بندازم یه توضیح مختصر بهتون بدم. ببینید ما دو جور پلاگین میکس داریم. یه پلاگینی که کلن ذات صدا رو عوض نمیکنه، یه پلاگینی که ذات صدا رو عوض میکنه. این شیپر باکسی میخوام بهتون بگم ذات صدا رو عوض میکنه و جزو دسته دوم. اینجور پلاگین ها توی تنظیم به کار میره، یعنی تنظیم کننده این پلاگین رو استفاده میکنه که جنس صدای اون صدا رو عوض کنه. الان بیشتر متوجه میشید که میخوام چی بگم. خب دونه دونه اینا رو بهتون میگم که چه کاربردی داره، ولی قبلش یه میدی میندازم اینجا ببینیم روی اون صدای چه تغییراتی ایجاد میشه. خب من یه میدی انداختم توش و اینو میایم میدیم به میکسر، کنترل ا رو ال رو فشار میدیم و میاریمش روی لاین مکس. من رو لاین یک میایم اینجا شیپر باکس رو باز میکنم. از پنل اولی شروع میکنم که ببینیم چی هست. تایم، ببینید وقتی یه چیزی کلیک میکنید این صفحه براتون باز میشه. اینجا خود صدا رو میتونید ببینید. ببینید این یک بار رو نشون میده، یک بار شما بس، ولی بستگی به تنظیمات شما هم داره. خب تایم چیکار میکنه؟ میاد صدای شما رو تایمش رو دستکاری میکنن و یه چیز خیلی باحالی میسازه. مشابه این پلاگین و این قسمت این پلاگین و یه پلاگین دیگه به اسم روز بیت برای خود افل استودیو داره. بذارید پیدا کنم اینهاش. روز بیت یه همچین چیزیه. اینی یه جوری میشه، اینم دقیقا همین کارو میکنه. حالا بیاید یه پریستش رو انتخاب کنم. ببینید اینجا پریستش رو داره، میتونید پریست دانلود کنید یا آپلود کنید. نمیدونم چون ما اینو کرکیم و کرکش دانلود کردیم نمیشه. جالبتر از اون اینه که هر کسی میتونی پریست خودتون رو بسازید و آپلود کنید. مثلا یکی یه پیشت خیلی خفنی ساخته آپلود میکنه، شما از اون استفاده میکنید، ولی بازم میگم ما کرکیم و نمیتونیم از اون استفاده کنیم متاسفانه. حالا میایم روی پیشت اولش، میبینید چی شدش. میاد قسمت اولش رو دوباره پلی میکنه، دوباره قسمت دوم سومش که پلی میشه دوباره اونو پلی میکنه. چون اولیش ساده است و هیچی نیست و این رو خط صفره، هیچ اتفاقی براش نمیفته. میاد روی وسط دوباره همون پلی میشه. حالا اگه اینجاشون رو جابجا کنید، یعنی اوله بیاد کنید دوباره رولا، بار قبلیش رو پلی میکنه و اون پخش میشه. اینجوری میشه. روی سومیش ببینید چه شکلی میشه. هرچی میاد پایین تر ریستر و بازم تکرار میشه. و سومی
کلی چیزهای خیلی خفنی میتونید بسازید، فقط زیر خلاقیت خرج بدید، وقت بذارید ببینید چی هست دستتون میاد. میتونید یه ریتم خیلی خفنی از این بسازید. این پلاگین برای مواقعی که شما هیچ ایده ای ندارید و یه میدی یه چیزی میندازید که فقط یه ایده ای به ذهنتون برسه، برای اینم خیلی خوبه. میدی چند پریسیت انتخاب کنید ببینید چجوریه، بعد این ایده به سرتون میزنه و راه میافتید. ببینید چه خفنه. این حالا یه ذره با متفاوت‌تره. حالا جالب‌تر از اون این پریست‌هاش بود که بررسی کردیم. وقتی مثلا میاد رو پریست اول، این خطه که میبینید، این خطه میاد پایین اینجوری، این سرعتش رو میتونید تعیین کنید، یا این خطه که همینجوری داره بر میشه میاد اینجا و مثلا این روی یک باره، یعنی یک بار رو یه بار این پلی میشه. میتونید مثلا بگیم توی یک بار مثلا چنم 32 بار یا 16 بار تکرار شد. ببینید خیلی سری میشه این دوتا و ببینید چه چیزی میسازه. حالا این خیلی دیگه چرت شده، میتونید مثلا روی کشتو میذاره سرعتش پایین تره، مثلا یک چهارم پایین تره. اینو مثلا رو 8 بذارید جواب میگیرید. ببینید چه خفن شد. مثلا میاد رو پریست، مثلا چه میرم روی این اینو پلی میکنم. خیلی اون چیزی پریستی که خیلی تغییرات داره سرعتش بره بالاتر چرتر میشه، مثلا این خیلی قشنگ شده. بخش های دیگه ای داره، مثلا این برای کل پلاگینه. حالا جلوتر میگم چرا این کل پلاگینه. این میتونید صفر کنید میکس لولشو، مثلا من 50% بزنم، 50% صدا روی این افکت روش اعمال میشه، 50% صدا روش اعمال نمیشه و دو لاینه اوکی میشه. میبینید هم افکت درو داریم هم خود چیزو داریم. صفرم کنم خود چیز بده میشه، قطعا تاثیر صفر میشه و با این میتونید بازی کنید و چیزای خیلی خفنی بسازید. این تایم بخش این تایم هم خودش میکس لول داره، یعنی فقط این تایمر رو میتونید دستکاری کنید. اینجا میتونیم این پلاسر رو بزنیم و یک افکت جدید بندازیم. مثلا میتونیم پن رو انتخاب کنیم، ببینید اینجا دو تا چیز هست و میتونیم اینجا پنش رو دستکاری کنیم، اینجا یه چیز دیگه شو. این خیلی 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 خفن میکنه این پلاگینه رو. چرا؟ چون نمیخواد برای پن و تایمش دوتا چیز متفاوت بندازید. یه پلاگین میندازید هم رمتون کمتر مصرف شه، هم سی پیوتون، و همزمان پن تا افکت روی یک لاین افکتی دارید. ببینید ما اینجا 10 تا میتونیم پلاگین باز کنیم. شاید بعضی موقع پیش بیاد که اصلا خیلی میخوایم پلاگین باز کنیم، مخصوصا توی مسترمون. این پلاگین این کارو میکنه که جای کمتری اشکال میکنه و میتونید پلاگینایی که دوست داریم اونجا بذاریم. حالا بریم تو قسمت پنش و میتونیم اینجا اینو خاموش کنیم که تایم اعمال نشه، فقط رو پنش بررسی کنیم. من این گرمه هدفونه رو دارم، حیف شد چون پنش دقیق نمیتونم بفهمم. اینجا رو پیشنهاد میکنم با هدفونی هدستی چیزی بیاید که این پنه رو احساس کنید. چند تا پریست داره میبینید؟ میری این بند آروم آروم بدود، مثلا پریست دوم این خیلیه. من تو ویدیو هم گفتم هیچ موقع 100% پن نکنید، این خیلی دیگه پنه هست. این یه ذره منطقه تر بود، یعنی اینجا میتونید بازی کنید باش، ولی اون دیگه خیلی زیاد است. پیست های مختلفی داره که میتونید تست کنید، یعنی بازم این 100% پنه. من دوست دارم اینجور. میتونید سرعتش رو بازم تعیین کنید، مثلا این سرعتش رو زیاد کنید خیلی باحال میشه. بشنوید حالا اگه سرعتش بالا بره زیاد دیگه نباید اینقدر پنچه، یه ذره کمتر میکنی پنچه، خیلی باحال شد خودش، از اون حالت خشک بودن خارج شده.
و بازم شرایط همون قبلیه رو داره، میتونید آپلود کنید پریست یا دانلود کنید، بذارید باش بازی کنید دستتون بیاد. قسمت دوم فیلتر، قسمت سوم هست فیلتر. مثلا یه پریستش انتخاب کنید، میبینید این رو چیکار کرد. ببینید این فیلتره که الان انداختیم روش به عنوان یه EQ عمل میکنه. EQ های کات و لو کات داره و هی نزدیک میشه دور میشه، نزدیک میشه دور میشه. ببینید مثلا من بیام اینجا تو میکسر، اگه بخوام واضح تر بهتون بگم، اگه اینو خاموش کنم یا یه EQ باز کنم، ببینید این EQ ماه و پریست لو کات و های کات رو براتون میارم. ببینید این داره پلی میشه، ما هرچی اینا رو نزدیک تر کنیم صدا عمق بیشتری پیدا میکنه و یه ذره جمع‌جورتره و این شکلی میشه. با این میتونید کلی بازی کنید، مثلا اینجوری افکت بدید. حالا این دیگه لازم نیستش که EQ رو باز کنید و این اوتوماسیون کلیک کنید و توی طول آهنگ همش این کارو کنید. میاد یک شیپر باکس باز میکنید و این افکت رو انتخاب میکنید. البته اینو آن کنید بسته میشه، بازش باید میشه بسته میشه. و میتونید سرعتش رو انتخاب کنید و همون چیزهای قبلی، مثلا سرعتش رو 8 میذاریم. چقدر خفن شد و چه کارهای باحالی میشه با این کرد، واقعا خیلی باحال شد. گفتم چیزی که زیاد بالا پایین نمیشه، سرعتش رو بیارید بالا خیلی بالتر میشه. مثلا 32 خیلی زیاده. شیت خیلی برگی باحالی، خیلی باحال شد خودی. و میتونید میکس لولش رو تعیین کنید. ببینید گفتم الان 45% صدا میاد این افکت اعمال میشه، 55%ش نمیاد اعمال نمیشه، ولی خیلی باحال شده خودی. ببینیم افکت بعدی، افکت بعدی ولوم. ولوم ها دیگه به همتون باید بدونید دیگه، ولوم و پن و این چیزا. مثلا پریستش انتخاب کنید، ولومش میاد پایین میاد بالا و میتونید کلی با اینو بازی کنید و خطی کلیک کنید یه چیزی براتون باز بشه رو بکشید. اشکالش قدیم خیلی چیز باحاله، مثلا میتونید با میکسرش هم بازی کنید و سرعتشو خیلی باحال میشه. و در آخر بیت یا عرض. حالا من تو این هم واقعا هیچی نمیشنم، ولی میتونید بازی کنید باش و بفهمید واقعا چیکار میکنم. حس میکنم یه لحظه استریو میشه، مونو میشه، ولی بازم نمیفهمم. نه واقعا نمیفهمم چیکار میکنم. بذارید سریع ترش کنم. آره همون چیز باید باشه، ولی بازم این خیلی خفنه. یعنی واقعا چی میخواید؟ پلاگین از خفن تر خودی. و گفتم بهتون اینجا کلی افکت میتونید بذارید، میتونید حذف کنید، همشونو آن کنید، همشونو آن کنید، یه سه افتزه باید دارید. این همه افکت اینقدر خفن شده چیه؟ یه نمیتونم کلام ندارم یه از خفن تر نمیتونستم کنم. واقعا خیلی خفن پلاگین. دیگه از این بهتر پلاگین میخوای خدایی؟ ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودید. اینم از این پلاگین خیلی خیلی خفن و خیلی کار بودید. با این خیلی حرکت باحالی میشه کرد، قشنگ کلی ایده میده به سرتون و کلی کار میتونید بکنید. ممنون میشم چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و زنگوله بغلش هم بزنید که ویدیو جدید گذاشتم سری بهتون نوتیفیکیشن بده و یه ویدیو من نو. تا یک پلاگین کوچیک دیگه خدافظ.